بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. موضوع بحث ما درباره روایتی بود که حضرت امام رحمت الله در 40 حدیث فرموده بودند درباره ذکر. جلسه گذشته مقداری در این باره عرض کردیم. مسئله ذکر به خاطر اهمیتی که داره، بخش زیادی از معارف دینی ما روی مسئله ذکر تأکید کرده و توضیح داده. در این روایت و روایت‌های مشابه هم از حضرت موسی علیه السلام در این باره مطالبی فرمودند که حضرت امام این حدیث رو انتخاب کردند. در اینجا می‌فرمایند که در اون تورات حقیقی که دست تحریف ازش دور بوده، اونجا حضرت موسی علیه السلام از خداوند سوالی میکنه درباره نحوه ذکر گفتن. سوال میفرمایند که آیا خداوند تو از من دور هستی تا من با صدای بلند تو رو صدا بزنم، یا اینکه نزدیک هستی تا من با تو مناجات کنم، به صورت نجوا صحبت کنم؟ البته حضرت موسی علیه السلام از اونجایی که از پیغمبرهای بزرگ و از اولیای عظیم الشأن الهیه، معنای این فرمایششون این نیستش که یعنی در جریان مسئله قرب خدا نیستن. سوالشون در واقع از ناحیه ماست، یعنی ما انسانها وقتی داریم راجع به این موضوع میخواییم اقدامی انجام بدیم، این اقدام ما باید به چه نحوی باشه؟ مسئله یا قرب خداوند اگر از ناحیه خداوند نسبت به موجودات ملاحظه میشه، خب خداوند قیومه و معنای قیومیت اینه که احاطه کامل بر مخلوق خودش در هر مرتبه که باشه داره و اصلا از این لحاظ برای خداوند بین معلول های خدا تفاوتی نیست. مثلا اگر خداوند یک معلولی داشته باشه مثل ما و یه معلولی هم داشته باشه مثل حرف زدن ما، مثل خیالات ما، برای خداوند از این لحاظ فرقی بین ما و خیالات ما نیست. همونطور که بر خود ما خداوند احاطه قیومی داره، نسبت به اون مطلب خیالات ما هم همون احاطه رو داره. پس نمیشه سوال کرد که خداوند مثلا نسبت به بعضی از امور این چنینه که خیلی مثلا نزدیکتره یا خیلی دورتر. اما از ناحیه بنده های خدا این رو میشه سوال کرد که بنده های خدا نسبت به ذات اقدس الهی بعضی هاشون قربشون بیشتره. اینجا باز به معنی قرب زمان و مکان و علی و معلولی نیست، بلکه برمیگرده به صفات موجودات. هر موجودی که از نظر صفات و کمالات به خداوند شبیه‌تر باشه، به این لحاظ میگن که اون مقرب درگاه خداست. پس مسئله قرب به این لحاظش معنا میده. اما سوالی که حضرت میفرمایند مثل اون میمونه که ما در نماز سوال کنیم چجوری نماز بخونیم. خب وقتی ما میخواییم نماز بخونیم، نماز در یک پوشش مادی اتفاق میفته. مثلا میفرمایند که در برابر خداوند بایستید، جهتتون مثلا قبله باشه. این قبله فرض کنید یه زمانی مسجد الاقصی بوده در بیت المقدس، یه زمانی هم در مکه است که مسجد الحرام و کعبه مد نظر قرار گرفته. به هر حال فرقی در اصل موضوع نمی کنه،
چون ما میخواییم کار مادی انجام بدیم در لباس مادی باید یک جهتی ملاحظه میشد، وگرنه فرقی نمی کنه. بعد به ما دستور میدن رکوع کنید یا سجده به جا بیارید، اینا هم همینطور. چرا؟ چون انسان ها وقتی میخوان کسی رو تعظیم کنن در برابر او رکوع میکنن و این رکوع به معنای بزرگ داشته اون معبود ما یا اون شخصیتی که پیش ما عزیزه انجام میشه. سجده هم همینطوره. به همین خاطر در اسلام رکوع کردن و سجده کردن برای غیر ذات باری تعالی ممنوع شده. یعنی در گذشته این چنین نبود، ولی در اسلام خداوند در این شریعت اون رو ممنوع کردن. چرا ممنوع کردن؟ به این خاطر که نظام انسانی رو تفهیم کنن که ما در برابر غیر خدا تعظیم نداریم، سجده نداریم. دلیلش هم اینه که در اسلام معارف و عظمتهای اون با بقیه متفاوته. یعنی تمام ادیان از حضرت آدم تا خاتم همه اسلامه، یک دین که بیشتر نیست. ولی در این دین یک تفاوت اساسی هست، با اونه که سطح معارف این دین با سطح معارفی که پیغمبرهای دیگه مأمور به تبلیغ اون بودن تفاوت داشته. به این تفاوتی که داشته طبیعتاً دستورالعمل‌هاش هم دقیق‌تر و کامل‌تر شد. حالا البته از باب تذکر عرض می‌کنم، اگر یک کسی مثل این شخصیت‌ها، مثل این ستاره‌های سینما، ورزشکارها می‌بینید مثلا میان در برابر اون مردمی که اینها رو دارن تشویق می‌کنن، می‌خوان ابراز ارادت خوبی داشته باشن، به نحوی تعظیم میکنن که در حد رکوع انجام میشه. این در واقع مثل این میمونه که ما داریم یک عمل شرکامیز انجام میدیم. یعنی اگر کسی بدون این مطلب رو که به طور معمول بعد یک شخصی که مثلا در کشور ما بزرگ شده و بالاخره در آموزش و پرورش و صدا و سیما مثلا آگاهی هایی رو پیدا کرده، دیگه بعد اینقدر آگاهی پیدا کرده باشه که رکوع مخصوص خداونده یا سجده مخصوص خداست و این حرکت ها یک حرکت زشتی حساب میشه در جامعه اسلامی، اگرچه از افراد مشهور هم سر بزنه این کار یک کار قبیح و زننده است که معمولا از بعضی از هنرپیشه ها رفتارهای زشتر از این هم دیده میشه. کسی هم بهشون اعتراض نمی کنه، کسی پیگیری نمی کنه. مثلا میبینید یک نامحرمی یه نامحرمی رو روبوسی میکنه، هیچ کس هم صداش در نمیاد. تازه یه خانومی که همچین غلطی کرده بود بعد اون آقای قاضی را هم دست مینداخت. یعنی کار به جایی رسیده که چون قوه قضاییه به کسی کاری نداره، به این خاطر اونا احساس آزادی میکنن. قدیما در کشور خود ما بعضی از افراد نیروهای انتظامی وقتی تو منطقه حرکت می کردن اینقدر به افراد کاری نداشتن و به مجرمین اقدامی نمی کردن، دوستان ما به اینا می گفتن اینا گشت بی آزارن، کسی کاری ندارن. بعضی وقتا می بینید چون اون مسئولین مربوطه سستن، تنبلن و نمی خوان خودشونو درگیر مشکلات کنن، چه میکنن؟ به روی مبارک نمیارن. یعنی این عمل زشت رو میبینن ولی چن برخورد جدی نمیکنن. خب البته آثارش اینه که در میون مردم آرام آرام یک آداب غیر اسلامی باب میشه و فکر میکنن که مثلا تازه خیلی هم کار خوبی میکنن. حالا این به ما هم بر میگرده که حوزه های علمیه، آقایون طلاب هم وظیفه دارن در اجتماع تبلیغ دینی کنن تا این مطالب روشن بشه و با سکوت کردن و تقافل نمیشه از اینجور امور گذشت. به هر حال وقتی حضرت سوال میفرمایند این حقیقت رو میدونن که خداوند قیومه و به همه عالم احاطه داره
و برای خدا از این ناحیه هیچ تفاوتی نیست که شما فریاد بزنید و خدا رو بخونید یا اینکه تو دلتون اصلا خدا رو صدا بزنید، هیچ تفاوتی برای خدا نداره. و برای ما هم از این لحاظ که میخواییم دعامون مستجاب بشه، از این لحاظ هم برای ما هم فرقی نداره. به همین خاطر مثلا کسی در یک جایی با صدای بلند خدا خدا بگه یا در قلبش سکوت کنه مثلا به لفظی و از زبانش استفاده نکنه، ولی در دلش خدا خدا کنه، بازم فرق نمی کنه. خدا صدای ما رو در هر دو صورت میشنوه. اما آداب دعا، آداب ذکر متفاوته. از باب وظیفه به ما فرمودند که وظیفه ما چیه؟ وظیفه ما اینه که با حالت تضرع و پنهانی اگر میخوایم که ما دعامون به درگاه الهی اثر بیشتری داشته باشه، الا در اون جایی که ذکر واجبه، بعضی جاها عبادت واجبه. اگر یک عبادتی واجب باشه، علنی اونو انجام دادن ثوابش بیشتره. چرا؟ چون موجب تشویق مردم به معروف میشه. یعنی بجز این که ما خودمون داریم سود میبریم و وظیفه خودمون رو درست انجام میدیم که باید یک کار خیر و معروفی انجام بشه، دیگران رو هم تعلیم میدیم. پس این خیلی ارزشمنده. ولیکن اگر مقصود ما غیر از این مطلب بود، یعنی هدف ما این نباشه، بلکه هدف ما چیه؟ هدف ما اینه که یک کار مستحبی انجام بدیم. پس اگر کسی نماز واجب میخواد بخونه یا میخواد خمس و زکات بده، این وظیفش اینه که تا اونجایی که براش امکان داره در ملأ عام باشه و همه ببینن. اما اگر داریم کار مستحب انجام میدیم، خب در مستحبات اگر پنهانی باشه ارزشش بیشتر میشه. در اینجا هم وظیفه ما چیه؟ وظیفه ما اینه که آدابی رو که داریم انجام میدیم شکل جسمانی و مادی داشته باشه. شکل جسمانی همونطوری که در نماز مثلا انسان رکوع رو انجام میده، سجده رو انجام میده، ذکر هم همینطوره. پس در ذکر این مسئله باید لحاظ بشه. اما ذکر خودش مراتبی داره، یعنی امکان داره ما فقط لفظی این کار رو انجام بدیم، امکان داره قلبی انجام بدیم، و مهمتر از همه اینه که به نحوی باشه که سر تا سر وجود ما عین ذکر باشه. اینو در روایت هم داریم، مثلا می‌فرمایند که اگر می‌خواید با کسی دوستی کنید، با شخصی دوستی کنید که دیدن اون انسان رو به یاد خدا میندازه. حالا ببینید در مورد اولیای خدا همینطوره. اولیای خدا خودشون وجودشون ذکره. قرآن کریم خود وجودش ذکره. پس بعضی وقتا ذکر فقط به این نیستش که انسان در قلبش به یاد خدا باشه یا فقط به زبان بگه، بلکه امکان داره انسان به نحوی زندگی کنه که اصلا وجود ما سر تا پا عین ذکر حق باشه. این مشروط البته بر اونی که فرمود در شعری از حافظ که پای تا سرت همه نور خدا شود، گر در راه ذوالجلال همه بی پا و سر شوی. اگر انسان در برابر خداوند این چنین باشه که سر تا پای وجود خودش رو به این نحو قرار بده که الهی بشه، البته این یک وجود آینه‌ای پیدا میکنه، میشه مظهر این خداوندی که معبود اوست. و در روایت ها هم در احادیث قدسی هم اینو داریم. نکته قابل تذکری که اینجا هست، بعضی وقتا ما در مقام ذکر امکان داره بگیم مثلا ذکر گفتن در بعضی جاها خوبه، در بعضی جاها مثلا مناسب نیست. در یک روایتی از احادیث قدسی باز از حضرت موسی علیه السلام اینو داریم که از خداوند سوال فرمودن که خدایا آیا یک جاهایی که اونجاها مناسب نیست، من میتونم در اونجا
ذکر بگم. معلوم میشه که بعضی وقتا ما چون افراد انسانی هستیم در محیط طبیعت زندگی میکنیم، بالاخره برای خودمون یه چیزهایی رو از مکانها یا موقعیتها اینطور تلقی میکنیم که این موقعیتها مناسب با ذکر نیست. مثلا فرض کنید انسان اگر به حمام بره در استحمام خودش، یا مثلا به دستشویی بره برای قضای حاجت، پیش خودش فکر میکنه این جور مکانها مناسب با ذکر نیست. در حالی که در روایات این مطلب تذکر داده شده که اینطور نیست. انسان هوشیار، انسان مؤمن باید طوری زندگی کنه کسی رو ذکر باشه. کسی رو ذکر یعنی چی؟ یعنی در همه حالتها به یاد خداوند باشه، حالا چه از نظر قلبی و چه از نظر ذکر زبانی. اگر این رو ملاحظه کردی باشید، میبینید که ما در روایاتمون، در کتابهای دعا و حتی در رساله ها هم این مورد رو متذکر شدن که در جاهای بخصوصی که مثل موقع قضای حاجت باشه، یا مثلا در روابطی که زن و شوهرها با هم دارن، باز هم فرمودن آقا ذکر باید گفته بشه و ذکر در اینجور حالها مناسبه، بازم ثواب داره. و اصلا اون چه که وظیفه است گفتن ذکره. حالا این ذکر البته متفاوته. بعضی وقتا ما ذکریم که میگیم مثلا آیات قرآنه، بعضی وقتا امکان داره که یک کلماتی مثل کلمات مقدسی که از اسماء الهی اونها باشه، یا دعا باشه، یا توسل باشه، فرقی نمی کنه. در همین ها باز هم گفتن که مستحبه. جالبه که یک بار در یک مرکز خیلی محترمی، که حالا این مرکز محترم رو مناسب نیست اسمشون رو بیارم، ما رو احضار کرده بودن. بعضی از آقایون شاکی شده بودن که شما چرا این حرف رو زدی که مثلا آدم اگر که میخواد دائم الذکر باشه باید چه بکنه؟ آدم مثلا دائم الذکر اینه که حتی در موقع مثلا دستشویی هم باید متوسل بشه، مثلا به اولیا یا ذکر خدا بگه. حالا من نمیدونم اینا چه آقایونی بودن که نسبت به این مسائل دینی حتی در حد یک رساله هم مراجعه نکردن که اقلا بگیم آقا شما در احادیث نگاه کنید، در رساله نگاه کنید، اینا که این مسئله مخفی نیست، که مثلا بگیم چون فلان کس گفته در دستشویی اگر آدم ذکر خدا بگه یا آیه قرآن بخونه، البته دعاهای مخصوص هم داره تازه، ولی حالا اگر ما یه همچین کاری کردیم، یه همچین از کاری رو گفتیم، توسل کردیم، دعا کردیم، این بستگی به این داره که ما متوجه بشیم که اصلا همه جا در عالم دنیا این چنینه. دنیا یک محلیه برای اینکه انسان در اینجا خودش رو بسازه، رشد کنه. اصلا دنیا برای این خلق شده که انسان درش عبادت کنه، و عبادت هم مخصوص این نیستش که حالا فقط ما به نماز توجه کنیم. خب نماز یک عبادت خاصیه، ولی در این حال خیلی از عبادت ها هست، مثل خدمت به پدر و مادر. خب اونم عبادته. اگر انسان به مردم خدمت بکنه اون هم عبادته، مشروط بر این که این کار خوب به نیت قرب خداوند انجام بشه. اگر اینها رو انجام بده اینها میشه عمل صالح. پس دایره ذکر و دایره دعا کردن دایره وسیعه. اگرچه هر چقدر انسان بتونه از نظر آداب رو بهتر رعایت کنه، ارزشش بیشتره و اثرگذاریش هم بیشتره. مثل اینکه فرض کنید شخصی اگر غسل داشته باشه و وضو داشته باشه و در مسجد قرار گرفته باشه،
خب این خیلی فضائلش بیشتره اگر که در حرم حضرت ابا عبدالله باشه، در زیر گنبد قرار گرفته باشه، خب ارزشش بیشتره. بنابراین مکانها در مسئله تأثیر دعا و ذکر اثرگذاری خاص خودشونو دارن. به اصطلاح دینی میگن ثوابش بیشتره، یعنی ارزشش بالاتره. همینطور از منم همینطور. مثلا فرض کنید اگر انسان در شب جمعه این رو انجام بده، در روز جمعه انجام بده، در شب احیاء قدر مثلا، در شب نیمه شعبان انجام بده، خب زمان هم پس اینجا اثر گذاره. تا اینجا این مطلب رو پس ما برامون روشن شد که ذکر هر جور که باشه و در هر مقامی که باشه مؤثره و باید ازش استفاده کرد. مطلب بعدی که برای ما اهمیت داره در مورد ذکر، باید تلاش کنیم وجود ما سراسر ذکر باشه. یکی از مشکلات ما اینه که وقتی راجع به ذکر صحبت میکنیم بیشتر توجه ما به قسمت‌های ابتداییشه. دلیلش هم اینه که خب ما در اول این راه هستیم، یعنی در مدرسه اهل بیت ما نتونستیم رشد کنیم، فقط در حد یک دانش آموزی که پیش دبستانی هست ما اطلاع داریم و در این مقدار توجه میکنیم. اما اگر که انسان نسبت به این شخصیت‌های بزرگ تأمل کنه میبینیم اونها اینطور نبودن. یعنی شخصیتی فرض کنید مثل حضرت مریم یا حضرت عیسی یا حضرت موسی علیه السلام، اینا را هر کدومشونه که از اولیا نگاه کنید میبینید وجود اینها یک وجودیه که این ذکر میمونن. خب چطور اینا به این مقامات رسیدن؟ یا وجود مقدس 14 معصوم رو وقتی انسان توجه کنه، یا به اولیایی که در کربلا به شهادت رسیدن، بعضی از اسرای کربلا، اینها از نظر وجودی با بقیه مردم متفاوتن. چرا متفاوت شدن؟ برای اینکه اینها از اول نسبت به مسئله معرفت به حق و تخلق به اخلاق الهی، تشبه به صفات الهی کوشا بودن. کوشا بودن اینها رو حالا امکان داره در بعضی از افراد بگیم اعتاییه. خب البته اونایی که اعتایی هستن یه مقام و شأن خاص خودشونو دارن. در بعضی از اولیا که عموم اولیا باشن اینها اکتسابیه. مثلا خیلی از اونهایی که در کربلا بودن اکتسابی به این مقام رسیدن. اما در مورد بعضی از شخصیت‌های بزرگ اینطور نیست. خداوند از اول اینها رو به مقام و منزلتی آفریده که در واقع از بد به پیدایششون یک خورشیدی هستند که موجب نورافشانی برای عامه انس و جن هستند. این قسمت که چرا اینها سراج منیر شدن، چرا اینها از اولی همچین مقامی دارن، حداقلش برای ما به عنوان اسوه بودنشون معناش اینه که ما باید به اینها اقتدا کنیم. اقتدا کردن ما این نیستش که فقط به فقط یک تسبیح داشته باشیم، مثلا بگیم سبحان الله سبحان الله، یا بگیم مثلا یا علی و یا عظیم، یا مثلا اسم اهل بیت رو ببریم و بگیم یا حسین یا مهدی. اگه چه همه اینها در جای خودش درست و صحیحه، ولی چه وقتی ما اون ذکر رو متوجه میشیم که واقعا ذکر الهیه و اون چنان که شایسته است ما در راه ذکر قدم برداشتیم، وقتی که ما شخصیتی مثل حضرت امام رو میبینیم، میبینیم وجود ایشون از سر تا پا ذکره. نه اینکه حتما باید یک یا الله بگه، نه، وقتی به وجود ایشون نگاه میکنیم میبینیم با بقیه مردم متفاوته.
این مقدس بودن این اشخاص از این جهت خیلی ارزشمنده. حالا نمیدونیم در گذشته مثلا در بچگیشون، در نوجوانیشون چقدر اینها اخلاص داشتن، چقدر تلاش کردن. خب اونها از چشم ما دوره، ولی این مقدار که در تاریخ درباره بزرگان نوشته شده اینقدر هست که ما تونستیم در زمان اینها رو ملاقات کنیم، زیارت کنیم، که میبینیم بله بعضی از آدم ها به این درجه هستن که همچنان که پیغمبر اسلام یا اهل بیتشون به این مقام و درجه رسیدن که آیت الهی هستن و خودشون وجودشون عین برهانه، عین ذکره، میفهمیم ما هم میتونیم که به اینها اقتدا کنیم، در زندگی خودمون به این توجه نکنیم که فقط به فقط بدونیم که بله ذکر گفتن یعنی دائما مثلا فلان عبارت رو تکرار کردن. ما جلسه گذشته اون رو عرض کردیم که اینها همه خوبن، مؤثرم هستن، حتی تا اینکه انسان روی در و دیوار روایتی رو ببینه یا بنویسه یا مثلا نقش انگشتر خودش رو قرار بده، اینا همشون ذکر هستن. اما اینکه به درجه اعلاش انسان توجه کنه خیلی تفاوت داره با این درجات پایینش. درجات پایین همت انسان رو پایین میاره، مثلا قانع میشه به اینکه خب الحمدلله که مثلا ما ماه مبارک رمضان یه بار، دو بار، مثلا چند بار ختم قرآن کردیم. بعضی ها اینجوره، مثلا در ماه رمضان شروع میکنن به ختم قرآن، خب تون تون مسلسل اینا رو شروع میکنیم بخوندن که آمار ختم قرآن ما بره بالا. این یک حالت خوبم هست و ثواب خودشم داره. اما اون چی که خیلی اهمیت داره اینه که آثار این در ما دیده بشه. کی آثار دیده میشه در ما؟ اون وقتی این آثار رو میشه دید که ما به قدری در این مسئله تقویت کرده باشیم خودمون رو که اصلاً چیزی به نام این که ذکر بگیم تا با تلفظ خودمون یاد خدا بیفتیم برعکس بشه. یعنی از جهتی که ما خودمون وجودمون عین اون حقیقت کاملی دینی شده، دیگران رو باعث بشیم که اونها هدایت بشن. فرق هست بین اون که مثل مهتاب یه نوری رو دریافت میکنه با اونی که مثل خورشید نورافشانی میکنه. البته هر دو نور دارن، هر دوشون از این جهت نور داشتن با هم برابرن، اما اون نوری که به حساب اینه که من از جای دیگه اکتساب کردم، مستفید شدم، با اونی که فیاض هستم متفاوت میشه. اگر انسان در نظام دینی تعالی پیدا کنه به اون درجه میرسه که میبینید بعضی از افراد حتی بعد از اینکه از دنیا رفتن، مثلا خیلی از این امامزاده ها، شخصیت های مهم، میبینید مردم بعد از اینکه قرنها از زمان اینها گذشته وقتی مشرف میشن سر قبر اینها، اینطور نیستش که هیچ برای ما تأثیر نداشته باشن. حالا البته آدم های قسی القلب رو عرض نمی کنم، بعضی آدم ها هستن هر زن اینها میبینید میرن بهشت زهرا، میرن مثلا یک حرمی، همونطور با هرزگی خودشون اونجا هم مثلا بالا سر این قبرها، مثلا حالا پدرش فوت کرده هیچ عبرت هم نمیگیره، خانومش مثلا هفت قلم آرایش کرده، اون آقا مثلا یک عرازلگری دیگه در میاره، اینا با میستن مثلا چند دقیقه هم حالا سکوت میکنن و اونجا یه چند تا شاخه گلم میرن میذارن و که حالا معلوم نیست مثلا این گل گذاشتن به چه دردی میخوره. همین تقلید کورکورانه که همیشه ما از غربیا داریم، غربیا دیده بودن که ما سر قبر فاتحه میخونیم، اونا اومدن سر قبرشون سکوت میکنن، دیدن بالاخره مسلمان ها یه کاری انجام میدن، اونا به جایش
سکوت میکنه. بعد ما برای اون شخصی که متوفاست یک شیء رو برای خوردن مردم قرار میدیم که ثوابش به روح اون بنده خدا برسه، یک مثلا بالاخره به اندازه وسعمون سعی میکنیم که مردم یک نظری رو یا یک مثلا متاعی رو که نیاز دارن ما بهشون اعطا میکنیم تا با این کمک رسانی ما ثوابی برای اون بنده خدا باشه که از دنیا رفت. اونا که از این حرفا ندارن میان چیکار میکنن؟ یه شاخه گل میذارن. حالا اون که هیچیه، یعنی سکوت کردن که هیچ تأثیری نداره، گل گذاشتن هم که هیچ تأثیری نداره. ما چقدر چی هستیم که از کار ابلهانه اونها همونو تقلید میکنیم، مثلا میریم و ادای غربی ها رو در میاریم. خب البته این نه برای ما مفیده، نه برای دیگران، نه برای اون بنده خدایی که حالا از دنیا رفته. در نظام اسلامی ما که داریم این کار رو انجام میدیم، در واقع هم برای خودمون مفیده و هم برای اون شخص متوفا. حالا اگر اون متوفا یه شخصیت ارزشمندی باشه، ما ازش کسب نور هم میکنیم. به همین خاطر میبینید که ما در مورد حرم اهل بیت یا در مورد امامزاده ها وقتی انسان به زیارت میره متوجه میشه که در زمان زیارت یک کسب معنویتی میکنه. خب اون کسب معنویت برای چیه؟ برای اینه که در اون شخصیت یک فیاضیتی هست. اگر اون مفیض نبود ما مستفیض نمیشدیم. به همین خاطر میبینید اگر بعضی از این آدمایی که به اسم صحابه پیامبر حالا مثلا مشهور شدن، شما میرید میبینید که هیچ اتفاقی نمیفته. یعنی آدم وقتی به زیارت اینا بره هیچ احساس معنویتی نمیکنه. اون مریدا هم که میرن میبینید که خبری نیست. اما اونهایی که حقیقتا از نظر معنوی شخصیت ممتازی هستن، در زمان زنده بودنشون موجب تعالی ما میشن، مفیض هستن، بعد از مرگشون هم همینطور هستن. خب این نشون میده که اگر انسان عاقلی باشیم تلاش میکنیم که یک شخصیت بالای معنوی باشیم، که حتی بعد از اینکه انسان از دنیا هم رفت کسانی که یاد اون شخص بیفتن بازم مستفیض بشن. به همین خاطر میبینید ما برای بعضی از بزرگانمون ارزش خاص قائل هستیم. صرف نظر از پیغمبرهای بزرگ یا 14 معصوم، میبینید وقتی برای زیارت این اشخاص انسان میره متوجه میشه که اینها در یک مرتبه قرار دارن که در اون فضا که انسان قرار میگیره، در اون محدوده نزدیک حرم اینها یا در داخل حرم، متوجه میشه که حال انسان متغیر میشه. خب پس معلوم میشه که همونطور که گفتن در این مکانها استجابت دعا هست، برای اینکه اون فضای معنوی وجود داره. این فضای معنوی در اونها به قدر قوی بوده که آثارش بعد از فوتشون هم هنوز که هنوز باقی. پس این مسئله ذکر مسئله نیستش که صرف محدوده زبانی باشه، بلکه وجودیه. یعنی انسان میتونه یک وجودی پیدا کنه که وجود انسان منیر باشه، اصلا از اول طوری خودش رو تربیت کنه، تعالی پیدا کنه که آرام آرام از این حالت ضعیف خودش یک منیر باشه، بتونه از مقام و منزلت معارف دینی به نحوی بهره برداری کنه که بعد از ما هم از وجود ما استفاده بشه. حالا من دو تا مورد رو خدمتتون عرض کنم. یک مورد از بزرگان داریم مثل علامه بحرالعلوم یا مثل شخصیتی که مقدس اردبیلی داشته و از اینجور شخصیت ها. اینها شخصیت های عظیم و شأنی هستند که توفیق پیدا کردن به خاطر این خودشکستن خودشون، به خاطر اینکه هوای نفس رو پیروی نکردن،
همونطور که در روایت ها هم اومده تونستن به مقامی برسن که نسبت به حضرت مهدی اینها مشاهده کردند و این یک مقام و منزلت خیلی عظیمیه که انسان میتونه بیاد و حضرت رو زیارت کنه، کما هو حقه، البته نه مثل اونایی که خب در زمانی که اهل بیت زنده بودن یه عده‌ای شاید خیلی از مردم اونها رو میدیدن، ولی زیارتشون زیارت جسمانی بود، حقیقت رو درک نمی کردن، کور باطن بودن. ولی اگر کسی تزکیه نفس کنه میتونه به این درجه برسه. این روایتی که حضرت امام در اینجا ذکر کردن عبارتی داره در همین زمینه که خداوند با مردم در کسانی که ذکری رو مثلا انجام میدن چگونه خدا باهاشون برخورد میکنه. برخورد خداوند متقابله، یعنی اگر کسی خدا رو فراموش کنه، خدا هم روزی که این نیاز داره مثل روز برزخی یا روز قیامتی خدا همون رو فراموش میکنه. اگر کسی نسبت به خداوند مطیع باشه، خداوند هم نسبت به اون مطیعه. در اینجا که این روایت رو حضرت امام آوردن، کلمه جلیس به کار رفته، یعنی اگر انسان نسبت به خداوند دائم الذکر باشه، خداوند هم همنشین او میشه. پس معلوم میشه اگر ما یاد خدا کنیم، خدا هم یاد ما میکنه. اطاعت خدا کنیم، خدا هم اطاعت ما میکنه. یعنی شما هر جوری که با خداوند رفتار میکنید، خداوند هم همونطور با شما رفتار میکنه. اگر ما تونستیم نسبت به حریم های خداوند مواظبت کردیم، یا در راه خداوند جانفشانی کردیم، از ثروتمون گذشتیم، از اموالمون گذشتیم، مثلا بعضی وقتا انسان از جانش میگذره، بعضی وقتا از آبروش میگذره، هر چی را که در راه خدا بده خدا هم همونطور برخورد میکنه. کسی که مأنوس به خداست، یعنی وقتی تنها میشه شروع میکنه به ذکر گفتن، میگه یک نفر به یه صاحب دلی رسید، سلام علیک کرد، گفت اینجا تنها نشستی؟ مثلا تنها بودی، من حالا اومدم، تو از تنهایی در بیا. گفتش نه، از وقتی تو اومدی من تنها شدم، تو مزاحمم هستی. انسانی که به یاد خدا باشه، خداوند هم نسبت به او انس میگیره. این کلمه میگه جلیس، یک کلمه مادیه، ولی همونطور که ما در ادبیات دینی خودمون کلمات تشبیهی رو برای خدا به کار میبریم، ولی در این حال میدونیم که خداوند از کلمات تشبیه ما بدوره. لیس کمثله شیء. پس اگر میگیم مثلا خداوند دستش چنینه، یا مثلا در مورد کلماتی از این قبیل که خدا رو در حالتهای مادی بیانش میکنیم، مثل این که میگیم خداوند راضیه، یا خداوند میخنده، یا اینجور کلماتی که برای خداوند در روایات یا بعضی وقتا در آیات استفاده شده، معناش اینه که ما همیشه کلماتمون مستلزم اینه که از عالم مادی اون کلمات رو یاد گرفتیم، و طبیعیه که این کلمات رو وقتی برای خداوند به کار میبریم، میدونیم ذات باری تعالی منزه از این مفاهیم انسانیشه. بنابراین با توجه به این که از اون معانی تشبیهی باید صرف نظر کرد، ولی اون معنای اصلی باقی میمونه. مثل این که میگیم خداوند نوره، پس معناش این نیستش که مثل نور خورشیده. همونطور که در مورد دست خدا هم معناش این نیست که خداوند صاحب یک بازو مثلا ساعدیه، یا میگیم انگشتان خدا، معناش این نیستش که قلب مؤمن بین دو انگشت خداست، معناش این نیستش که یعنی خداوند انگشت داره. یا میگیم وقتی خداوند میخنده، معناش این نیستش که یعنی مثل خندیدنی که در انسان هاست. یا وقتی راجع به علم خدا، وجود خدا هم صحبت میکنیم، اونا هم همینطورن. یعنی منزه از اون جنبه های مادیش باید کلمات رو فهمید. پس اینجا که میفرماید
خداوند جلیسه و هم نشینه، معنای منزه از مادیش رو باید توجه کرد، وگرنه خداوند همیشه قیومه و به ما احاطه داره. ولی اون چی که مهمه اینه که مثل یک همنشین که انسان با وجود اون یک مجموعه از منافع رو چه دنیوی چه اخروی کسب میکنه، این هم کسب میکنه. میگن شخصی خیلی آرزوی زیارت حضرت حجت رو داشت، بعد بالاخره طلبه در قدیم اون موقع که این مسجد جمکران خیلی متروک بود و خیلی هم کوچولو، بعضی از این آقایون پیاده بلند میشدن میرفتن این مسجد برای زیارت. دو سه نفر با هم دیگه قرار گذاشته بودن که برن زیارت برای مسجد جمکران. اون آقایی که به اصطلاح اول در سر موقع میرسه میبینه دوستاش نیومدن، شروع میکنه میگه خب حالا تا بیان من حرکت میکنم، اونا بعدن به ما ملحق میشن. میبینه اونا تأخیر کردن، را میفته و میره به طرف اون مسجد. در راه وقتی که اون دوستانش میان پشت سر این، مثلا 10 دقیقه رو بعد حرکت میکنم، اینها توی راه که میرفتن از اون طلبه‌هایی که قبلا زودتر رفته بودن و موقع برگشت داشتن به طرف قم برمیگشتن سوال میکردن، میگفتن آقای فلانی رو شما دیدید تو را که داشتیم میرفتیم این رفیق ما رو؟ اون طلبه ها میگن بله، با یه آقایی مشغول صحبت کردن بودن، ما دیگه مزاحمشون نشدیم. بالاخره اینا رسیدن مسجد و دیدن بله دوستشون مشغول نماز و این هاست. بعد از اینکه نمازش تمام شد شروع کردن با هم دیگه صحبت کردن. این دو نفر که تأخیر کرده بودن به این آقایی که جلوتر راه افتاده بود گفتن شما که تو مسیر میومدیم ما احوالتو میپرسیدیم. آقایون طلاب که برمیگشتن میگفتن شما با یه نفر خیلی گرم گرفته بودی و غرق صحبت بودی، اصلا متوجه دیگران نبودی. گفتن کی مثلا از دوستا آقایون با تو همراه بود؟ گفت من تنها بودم. گفتن نه آخه ما از چند نفر پرسیدیم تو راه که می اومدی، اونا می گفتن که شما مشغولی با یه نفر داری صحبت. گفت نه من تمام مسیر تنها بودم. معلوم میشه که این آقا در تمام مسیر در واقع حضرت حجت جلیس ایشون بود. حضرت حجت در تمام مسیر جلیس بود. بعضی وقتا این که میگیم خداوند جلیسه، نه اینکه یعنی ذات الهی این چنینه، بلکه در واقع خداوند توفیق میده اون حجت خودش رو که انسان با او هم نشین میشه. پس میشه که انسان در این حالی که شاید از نظر ظاهری چشمش به جمال حضرت نیفته، ولی در حقیقت امام زمان علیه السلام همراه ایشونه. از دنیا هم که بره باز اهل بیت بازم همراهشن. همونطوری که در دنیا حسین میگفت، در برزخ هم از اون اول تا اون آخر میبینید امام حسین جلیس اینه، همراه اینه. پس وقتی که ما داریم ذکر میگیم، این که فرمودن کسی که ذکر میگه اگر ذکر ما خالصانه و با توجه باشه و خدا قبول کنه، در واقع ثمرش همین جلیس بودنه. خب جلیس یعنی چی؟ یعنی که توفیق پیدا میکنیم شخصیتی مثل امام زمان علیه السلام یا دیگر از اهل بیت با ما همنشین باشن، همراه ما باشن. اگرچه امکان داره بعضی وقتا انسان ظاهر اینها را هم مشاهده کنه، حتی از اهل بیت که از دنیا هم رفته باشن، شاید هم البته این توفیق نصیب نشه، ولی در هر صورت از نظر قلبی این قلبش همراه با قلب امام زمان علیه السلامه. السلام علیکم و رحمت الله.